درود، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب شنبه 22 سرطان 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 13 جولای 2019 میلادی. سرخط خبرها. با فشاری بر وادار ساختن طالبان برای گفتگو با دولت از سوی پاکستان، نخست باید روشن سازند که هدف ما رسیدن بعد چهارچوب یک تفاهم نامه میان طالبان و افغانان تا اوایل سپتامبر است. نگرانی از عدم پرداخت بودجه انتخابات، در نتیجه ضعف هماهنگی مشکلات به وجود آمد در بخش تکنیکی، در بخش بودجه هم ما با مشکلات و چالش ها مواجه بشیم. و احتمال بحران در روابط آمریکا و ترکیه. خوش آمدید. پاکستان طالبان را به مذاکرات رسمی با دولت افغانستان و آتش بس وادار می کند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید که با نمایندگان روسیه، چین و اسلام آباد روی کاهش خشونت ها در افغانستان، آغاز مذاکرات رسمی طالبان با حکومت و برقراری آتش بس به توافق رسیدند. در همین حال حکومت انتظار دارد که این بار پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان همکاری صادقانه کند. خالد نیکزاد. ظاهراً آمریکا تلاش‌هایش را برای پایان جنگ افغانستان بیشتر و جدی‌تر ساخته است. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و اسلام آباد در نشستی در بیجینگ روی کاهش خشونت‌ها، آغاز مذاکرات رسمی طالبان با دولت با آتش بس به توافق رسیدند. وزارت خارجه آمریکا گفته که در این نشست از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده تا از فرصت‌های به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح استفاده کنند. نخست باید روشن سازم که هدف ما رسیدن بعد چهارچوب یک تفاهم نامه میان طالبان و افغانان تا اوایل سپتامبر است و ما برای به دست آوردن آن تلاش میکنیم. هدف بزرگ ما در اینجا حل دراز مدت جنگ است، نه رسیدن به یک تفاهم خروج. طالبان متهمند که به نیابت از پاکستان در افغانستان می جنگند، اما نماینده اسلام آباد در این نشست تعهد کرده که طالبان را به مذاکرات رسمی با دولت و پذیرفتن آتش بس وادار خواهد ساخت. افغان حکومت ده هر هغه اقدام چې په هیواد کې سوله تلا را همواره کړی ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم داده چې په هیواد کې داسې سوله تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. افغانستان که دل خوشی از پاکستان ندارد، انتظار دارد که این بار اسلام آباد همکاری صادقانه نماید. پاکستان با اونان یکی از کشورهایی که میتونه فوق العاده تاثیرگذار باشد در امر موفقیت پروسه صلح افغانستان. ما امیدوار هستیم که کشورهای همسایه و منطقه تلاش هایشان را بیشتر کنه تا ما شاهد موفقیت پروسه صلح باشیم. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید دارند که بدون همکاری صادقانه پاکستان در روند صلح، رسیدن افغانستان به صلح ناممکن خواهد بود. حضور سه کشور بزرگ جهان به علاوه پاکستان در صورتی که صادقانه اینها کار بکنند، قطعا طالبان را وادار خواهند کرد که بیا به گفتگوهای بین الافغانی تن در بده. حالا که تلاش ها برای رسیدن افغانستان به صلح افزایش یافته است، شهروندان کشور خواستار همکاری های صادقانه منطقه‌ای در روند صلح افغانستان هستند، زیرا هنوز هم نگرانی ها از شدت دوباره جنگ در کشور وجود دارد. با آنکه دو نیم ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، اما تا اکنون حکومت و کشورهای کمک کننده بودجه این انتخابات را پرداخت نکردند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که 36% بودجه را کشورهای کمک کننده و 64% دیگر آن را حکومت افغانستان پرداخت خواهد کرد. نهادهای ناظر انتخاباتی از عدم پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری حالا نگرانند. پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری معضلی که تاکنون حل نشده است. کمیسیون انتخابات در انتظار نهایی شدن سند پرداخت بودجه از سوی کشورهای کمک کننده و حکومت است. بانکه حکومت هزینه ثبت نام تقویتی رای دهندگان را که 12 میلیون دلار تخمین شده بود پرداخت کرده، اما از پرداخت بودجه باقی آن تاکنون خبر نیست. در رابطه با پرداخت هزینه انتخابات پیشرو که در حدود 150 میلیون دلار میشه،
که 36% از زیر جامعه جهانی پرداخت میکنه و 64% از زیر حکومت افغانستان پرداخت میکنه. این بر نخستین بار هست که حکومت افغانستان بیشترین هزینه پرداخت انتخابات پیشرو را به عهده داره. اما نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می‌ورزند که عدم پرداخت بودجه انتخابات ششم میزان کارهای عملیاتی و تخنیکی کمیسیون انتخابات را به کندی روبرو خواهد کرد. اگر به مینوال پیش بره، همونطور که در دیگر عرصه ها در نتیجه ضعف همانگی مشکلات به وجود آمد در بخش تخنیکی، در بخش بودجه هم ما با مشکلات و چالش ها مواجه بشیم. با این همه قرار است کمیسیون بر اساس جدول زمانبندیش انتخابات ریاست جمهوری را ششم میزان برگزار کند. نهادهای عدلی و قضایی در بررسی اتهامهای جنسی در ارگ ناتوانند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افزایش اتهامهای جنسی به ارگ ریاست جمهوری را شرم‌آور می‌دانند و از همین رو تاکید دارند که باید این اتهامها به گونه جدی بررسی شود. به تازگی بی بی سی با شماری از زنانی مصاحبه کرده که از سوی مقام‌های حکومتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، اما دادستانی کل می‌گوید که اقدامات قانونی روی این موارد صورت خواهد گرفت. باز هم نگزاد. نزدیک به 2 ماه پیش یک مشاور پیشین ریاست جمهوری شماره از مقام های حکومتی در هرگ را متهم کرد که به شماره از زنان که برای کار به اینات مراجعه کرده از آنان درخواست جنسی کرده اند. هرچند هرگ این ادعا را رد کرد، اما اکنون بی بی سی با شماره از زنان مصاحبه کرده که ادعا می کنند مقام های عالی حکومتی آنان را مورد آزار جنسی قرار داده اند. در این گزارش هویت بانوانی که مصاحبه کرده اند فاش نشده است. مستقیم از من درخواست سکس کرد. بهش گفتم من مدرک و تخصص دارم. اصلا فکر نمی کردم چنین درخواستی بکنه. بلند شدم که برم بیرون. اون دستم رو گرفت و به زور به اتاق پشت دفترش برد. هولم داد تو اتاق و گفت فقط چند دقیقه طول میکشه. نگران نباش. هولش دادم عقب و گفتم ولم کن. نذار فریاد بزنم. وقتی اونا همین کارو میکنن شما به کی باید پناه ببرید؟ انگار این تبدیل به فرهنگ شده که هر مردی دور و بر شما باشه از شما باید سکس بخواد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان این وضعیت را نگران کننده دانسته و بر بررسی جدی آن تاکید دارند. بسیار بد است، بسیار زشت است، بسیار متاسف هستم و متاسفانه من نمی‌فهمم که ارگان‌های عدل قضایی چرا ساکید و راکید هستند. یعنی بعد اینا مدل عموم هستند و اینا بعد به همون لحظات اولی که این اتهام و این سر صدا بلند شد اینا بعد تحقیق میکردن، بعد عقیدیابی میکردن. شمار دیگر انتقاد دارند که نهادهای عدلی و قضایی در بررسی اتهام‌های جنسی به ارگ ریاست جمهوری ناتوان است و مستقلانه عمل نمی‌کند. ما ارگان‌های عدلی قضایی داریم. ارگان‌های فرض مثال می‌تونه تا وزارت امور زنان در این کار مداخله بکنه و این موضوع را بررسی کنه و موضوع اگر مستندسازی شود و اگر واقع داشته باشه این را بتن به ارگان‌های عدلی و قضایی به لوی سرانوالی به استر محکمه که اونا بررسی باید بکنند. در همین حال دادستانی کل میگوید اقدامات قانونی روی این اتهام‌ها صورت خواهد گرفت. سرانوالی افغانستان اجراءات خود در روشنای احکام قانون بی‌طرفانه و مستقلانه انجام می‌دهد و ما اساس کار ما قوانین افغانستان و اسناد شواهد مدارکی است که در جریان بررسی و به اختیار همکارای ما قرار بگیرد. آگاهان میگویند در صورتی که دادستانی کل اتهام‌های جنسی بر ریاست جمهوری را مستقلانه بررسی نکند، استقلالیت این نهادها زیر پرسش خواهد رفت. چند مهاجم مسلح حوالی 12:30 پس از چاشت به یک هتل در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند و از آنجا به درگیری با نیروهای دولتی پرداختند. در این رویداد که تا شام ادامه داشت 4 سرباز پلیس از جمله عامر حوزه سوم شهر قلعه نو جان باختند و 22 تن دیگر به شمول 10 غیر نظامی زخمی شدند. ولی این ولایت میگوید برخی حلقات در قلعه نو در سازماندهی و پنهان کردن مهاجمان نقش داشتند. فاد احمدی. این ساختمان حوالی ظهر روز شنبه آماج حمله مهاجمین مسلح در شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس قرار گرفت. شماری از مهاجمین وارد این هتل شدند و از آنجا بر ساختمان فرماندهی پلیس و دفتر والی شلیک کردند. پس از آغاز درگیری میان مهاجمین و نیروهای دولتی، تمام شهر قلعه به حالت نیمه تعطیل درآمد و مردم نگران تصرف قلعه به دست طالبان بودند. Okay.
عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگوید از چند روز بدین سو گزارش این حمله را داشتند. به گفته او برخی علاقات در قلنو در سازماندهی و پنهانسازی مهاجمین نقش داشتند. او تایید میکند که ستن از نیروهای امنیتی از جمله آمر حوزه سوم امنیتی در این حمله جان باختند و بیش از 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. ما در روز پیش به ما راپور آمد از استخبارات راپور آمد از کشت راپور آمد که 4 تا اتحالی هستند به جان واجی هستند. این را باز ما راپور باز به مرکز شریک ساختیم به کلگی را روان کردیم. با خود ارگانان محل معاملات جمهوری شورای امنیت این را خبر ساختیم که این تر مسئله هستند. و در اینجا باز این ناکام ماندن باز ما چیزی مشکل. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که چرخبال‌های ارتش ملی نیز مهاجمین را از طریق هوا آماج قرار دادند. مقام‌های امنیتی می‌گویند دو مهاجم پس از یک ساعت درگیری کشته شدند و مهاجم دیگر تا شام به درگیری پرداخته است. آنگونه که مسئولین در بیمارستان مرکزی این ولایت می‌گویند 83 نیروی امنیتی و 26 زخمی به شمول 17 سرباز و نو غیر نظامی به این مرکز درمانی انتقال داده شده است. رنجر از ما جلو بود، سه نفر مسلح بودن، رنجر را زدن، سربازان تا شدن، وقتی سربازان را میزدن، ما اون وقت ما نمیدونستان چون خود نفرار. خبرنگاران و فعالان مدنی در بادغیس میگویند در چند سال گذشته این نخستین باری است که چنین حمله ای در قلنو صورت میگیرد و این مسئله باعث نگرانی مردم شده است. طالبان و مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. هتلی که این گروه بر آن حمله کردند محل اقامت ده‌ها دانشجوی پوانتون بادغیس بود که به هیچ یک از آنها آسیبی نرسیده است. اداره ملی امتحانات میگوید در 6 دانشکده دانشگاه کابل برای 33 ولایت یک کرسی اضافه گذاشته است تا فرصت تحصیل برای دانشجویان پیشتاز دیگر ولایت‌ها نیز فراهم باشد. این اداره همچنان می افزاید که داوطلبان کنکور سال 1398 با انتخاب رشته مشکل داشتند و این باعث شده که بسیاری از این داوطلبان با گرفتن نمره بلند هم بی نتیجه بمانند و یا هم به دانشکده دلخواهشان راه پیدا نکنند. در همین حال شماره از شرکت کنندگان آزمون کنکور سال 98 از عدم شفافیت در این روند شاکیند. علی اصغری. حتی روند انگشت نگاری و نامنویسی انگلیسی هم نتوانست مشکل گشای آزمون کنکور کابل باشد. هرچند بعد تناسب سال پار میزان شکایت های پس از اعلام نتایج آزمون کم است، اما در برگه نتایج و یا هم صفحه وزارت تحصیلات عالی داده های تازه بروز کرده که برای مردم پرسش برانگیز شده است. شبیه این که در صفحات اجتماعی نام احمد ظفر داوطلب آزمون کنکور با 303 نمره و معرفی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و نام عبدالمبین با 183 نمره و معرفی به دانشگاه تیبی کابل غوغا کرده است. من در وزارت تحصیلات عالی و ریاست آزمون ها می توانم برگه اصلی آزمون احمد ظفر را پیدا کنم. برگه مرموز و در عین حال گیج کننده. چوکات انتخاب رشته را سفید گذاشته است و روی مشخصات و عکس خودش خط کشیده، ظاهراً می‌خواهد هویتش پنهان باشد. مردم می‌گویند در کنکور سهمیه‌ها رصد شده است. ریاست آزمون کنکور ادعای مردم را رد می‌کند. می‌گوید 33 کرسی در 6 دانشکده مختص هر ولایت گذاشته شده است و این کرسی‌ها به پیشتازان کنکور برمی‌گردد. برای طب بلخ 100 نفر ظرفیت عمومی داریم. این 100 نفر ظرفیت عمومی ما تکمیل میشه دو طلبای ما که 34 ولایت افغانستان میخواین که طب در بلخ بخوانن. یک تعداد کرسی های اضافی ما در طب بلخ گذاشتیم برای سرپل، برای جوزجان، برای فاریاب، برای سمنگان. راه یافتگان دانشگاه کابل هم چندان از عملکرد تحصیلات عالی در امسال راضی نیستند. زمان مشکل دغه د چرزه انتخابو پنځه انتخابو که و انتخاب تم نه مرکړای زې خصوصي پوینتن تعریف کردم. پوینتن نمره 275 بود پر سال. امسال دیگه نمیفهم کنم مراد کجا رسید. انتخاب دوم ما کامپیوتر ساینس است. نمره از 237 نمره است. ما 270 نمره بردیم به ما نداده. انتخاب سوم چهارم به ما داده. اداره ملی امتحانات میگوید کنکور امسال در 3 روند برگزار شده است. در روند اول سراسری و دور دوم هم زمینه سازی برای بانوان بود است و روند سوم هم چانس دادن بعد داوطلبان ولایت های درجه 3 که با امکانات کمتر و تدریس غیر معیاری به رقابت آمده بودند.
مجلس نمایندگان نتوانست تا مسئولیت‌هایش را در برابر تصویب قوانین و چالش‌های مردم عملی سازد و اعضای این مجلس نباید به تعطیلات تابستانی بروند. هیئت اداری مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب می‌گوید که این مجلس بیش از 4 ماه کاری را از دست داده و نمایندگان مجلس باید توافق کلی به کارشان در مجلس ادامه دهند. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس تاکید می‌ورزند که امتیازات نباید قربانی مسئولیت اصلی این مجلس شود و در وضعیت کنونی ادامه کار مجلس یک نیاز جدی است. رفیع صدیقی. پس از تأخیر گشایش شورای ملی و زمانگیر شدن حدود 2 ماه از تکمیل شدن هیئت اداری مجلس نمایندگان، هنوز هم تمامی کمیسیون‌های این مجلس تکمیل نگردیده است. هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید که بسیاری از کارهای این مجلس در برابر رسیدگی به قوانین و پایان دادن به فعالیت‌های وزارت‌ها از سوی سرپرستان نیاز است تا این مجلس به تعطیلات تابستانی نرود. مون 15 نفر وای سیبان سرپرستان لرو دم یو مهم خبر ده نیمای کال بودجه دا او تاس نور اولویتونه چې کومه سره دی نو زما په ان بعد داس یو کوچ عقلا یو 2 هفته یا 3 هفته دا رخصتي وزنده چې یو 2 درې د ساورت خرکو ته ورو خپل ورسوي شي دا کار مون کله او دا قانون ته واکر کله. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند که بسیاری از نمایندگان مجلس خوان رخصتی این مجلس نیستند، اما شماری از نمایندگان این رخصتی را که یک امتیاز است نباید قربانی مسئولیت‌های ملی نمایند. رخصتی یک امتیاز هست که وکیلا باید از او استفاده بکنند و با دیدن موکلینشان و منطقه باید برن، ولی کار یک مسئولیت است. ما فکر میکنم که مسئولیت نسبت به امتیاز جدیتر هست. نیاز به این هست که وکلای عزیز بشینین و یک تصمیم بگیرین که ما امسال رخصتی نرین. اگر چه نه تنها ما بلکه وکلای حوزه جنوب غرب که 34 نفر هستین تفاهم رو این بحث داریم. یا حکومت شاید خواسته باشه وقت کوشی کنن که به رخصتی بره، بعدم اگر انتخابات شوم به اصطلاح دیگه وقت نمیمونه که وزیرای خودم معرفی کنن و به حساب سرپرستی ختم شوه. هرچند بر بنیاد قانون مجلس نمایندگان از اول ماه اسد تا 15 ماه سنبله به تعطیلات می رود، اما هیئت اداری این مجلس می گوید تا هنگامی که بحث بودجه نهایی نشود مجلس مکلف به ادامه کار است و قرار است بودجه وسط سال برای بررسی از سوی حکومت فرستاده شود. فشرده چند رویداد از جهان. پلیس در آبنای جبال الطارق میگوید که 4 عمله بازداشت شده از ابر نفتکش گریس 1 به ضمانت آزاد شدند. این نفتکش 10 روز پیش از سوی نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به اتهام انتقال نفت به سوریه در آبنای جبال الطارق توفیق شد. صادرات نفت به سوریه از سوی اتحادیه اروپا تحریم است. پلیس گفته است که تحقیقات همچنان ادامه دارد و نفتکش در توقیف است. مقام ها گفتند که این 4 عمله نفتکش شهروندان هند هستند. ایران دیروز از بریتانیا یک بار دیگر خواست که نفتکش ایرانی را فوراً رها کند. آمریکا به سوی یک بحران تمام‌عیار با ترکیه عضو دیگر ناتو حرکت کرده است. انقره از انتقال بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه روز گذشته خبر داد. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا با همتای ترکیه خود الوسی آکار حدود 30 دقیقه تلفنی صحبت کرده است، اما وزارت دفاع آمریکا از دادن جزئیات این گفتگو خودداری کرده است. وزیر دفاع ترکیه گفته است که خریداری سیستم دفاعی از روسیه یک گزینه نه بلکه یک نیاز بوده است. ایالات متحده از انقره خواسته بود که به جای راکت‌های روسیه S-400 سیستم راکتی پوتریت را از ایالات متحده بخرد. واشنگتن هشدار داده بود که اگر انقره چنین نکند از خریداری طیاره‌های F-35 بی بهره خواهد شد. به این بخش هم خوش آمدید. وزارت معادن و پترولیم میگوید که پس از این در قراردادهای معادن از دقت کامل کار گرفته خواهد شد. مسئولان در این وزارت میگویند که هدف از دقت در قراردادها این است تا بار دیگر مشکل به وجود آمده در معدن مس عینک لوگر تکرار نشود. استخراج مس از معدن مس عینک لوگر سالهای پیش قرارداد شده است، اما تا حال مس به گونه عملی از این معدن استخراج نشده است. مسئولان در وزارت معادن و پترولیم میگویند که موجودیت آثار بیشمار فرهنگی و تاریخی در این معدن و مشکلات حقوقی باعث شده است تا کار استخراج آغاز نشود. به گفته آنان پس از این در قراردادهای معدن از دقت کامل کار خواهند گرفت تا مشکلات مذکور تکرار نشود و به همین منظور سمینار 3 روزه را راه اندازی کردند.
پروژه مساینک در عین زمان که ما امیدواری داشتیم که بر ما آید خوب بیاره، ما می‌خواستیم که اشتغال زایی بکنه و انکشاف هم در در منطقه‌ای که این معدن موقع داره باید داشته باشیم. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید آثار تاریخی موجود در معدن مس عینک با ارزش‌تر از مس موجود است که باید در این مورد توجه شود. لنیک مرغ افغانستان دو ثروت و یو تاتوبی کی یو ځای شوی دی. یو د مس نامتو معدن او بل د هیواد تاریخی هویت شواهد دی. مونږ اړ یو چې هم د مس معدن استحصال کړو او هم خپل لرغونی تاریخی هویت وساتو. قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر در حکومت پیشین با یک شرکت چینایی صورت گرفته بود. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 10 پول، یک یورو 90 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 75 پول. 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی و 1000 روپیه هندی 1170 افغانی. وضعیت هوا. ممنون از همراهیتان در آریانا.